جان شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من کمی مست و یخت چت میشینم پشت این میکروفون و برای شما کلی حرف میزنم. بعضی وقتا این حرفا خنده دار، بعضی وقتا احمقانه، بعضی وقتا کلن بیشترش کسوشره. و اگه این اولین باره که اومدین به گوش دادن این برنامه، هیچ چیزی رو لطفاً جدی نگیرین و بهتون خوش آمد میگم به اکیپ کسخل‌های فضایی و اینکه الان با ما دور این آتیش نشستین و به حرفا و قصه‌های من گوش میدین. اگر کسی مایله که آنلاین دنبال کار من بره، توی تویتر و اینستاگرام و یوتیوب و اینا @kingram سرچ کنید، میتونید پیدا کنید. و اگه دوست داشتین سپورت کنید پروژه بعدیمو، میتونید gofundme.com/kingram برین. اپیزود قبلی که دوستان فرانک عمیدی اومده بود رو برنامه و خیلی خوشحالم که اون اپیزود رو انجام دادم، به خاطر اینکه میدونید هم حرفایی که می‌خواستیم بزنیم به نظرم حرفایی که باید توی رسانه‌ها و تریبون‌های مختلف فارسی زبان بیشتر صحبت بشه. حالا من که خیلی وارد نیستم توی خیلی از این بحثا، ولی فقط دوست دارم تا اونجایی که میتونم یه ذره این بحثو باز کنم در مورد این مسائل جنسی و هویت جنسی و این همه این چیزا. واقعا خیلی خیلی پیغام گرفتم از لحاظ اینکه آدمایی که تجربه مختلفی کردن و خیلی هم سخت واقعا گوش دادن بعضیاش، ولی همین که همه احساس انقدر راحتی میکنن که میتونن با من این حرف رو بزنن، سعی میکنم همه رو گوش کنم و حداقلش واقعا میگم فقط یه تایید اینه که یکی هستش توی دنیا که حاضر گوش کنه به حرفی که برات سخت زدنش به هر کس دیگه. و هیچ چیز سیاسفیدی هم نیستش توی این حرف و این بحث. میدونم بعضی وقتا من حرف زدم که با مام باباتون در میون بذارین، بعد یکی پیغام میده که آقا مام بابام خودش منو کتک میزنن که بدونم میرم خونه یکی میگه آقا انقدر اغراق نکن، جنرالایزش نکن، جامعه ما اینجوری نیست. معلومه که همه چیز یه جنرالایزیشن نیستش و یه جمع‌بندی نمیخوام بکنم، هیچ وقت نمیکنم. اگرم جایی کردم توی این پادکست بزنید تو سرم. کلن یه چیزی که اگر واقعا دوست دارم، تنها چیزی در است که اگر دوست دارم کسی از این برنامه برداشت بکنه، اینه که به خودتون قدرت تفکر کریتیکال بدین. و کلمه کریتیکال نمیدونم به فارسی چی میشه، ولی کلن هر حرفی هم که من میزنم یا هر کسی دیگه میزنه، علکی کورکرونه باور نکنید یا فالو نکنید، یا بریم برای خودتون. یعنی شاید بین حرفایی که من میزنم، حرفایی که یکی دیگه که چپی تره یا وسط تره یا راست تره میزنه، برید همه حرفای مختلف از زاویه مختلف رو گوش کنید، بشنوید و جمع‌بندی خودتون رو بکنید و نظر خودتون رو یه جوری بشکافین از لایه همه این حرفا.
من فکر میکنم یه چیزی که واقعا به هیچی داره نیاز بیشتری داریم توی دنیا امروز. اینا مثلا به ایرانی بودن هم هیچ ربطی نداره، همه چیز، یعنی واقعا توی اخبار الان مثلا من میام تویتر، چه تویتر فارسی چه غیر ایرانی، واقعا مبحثای روزو دقیقا میدونم که آدم های مختلف چجور واکنشی بهش خواهند داد. دقیقا اصلا میدونم که تیتر تک تک تویترهاشون چی خواهد بود اون روز در مورد اون مبحث، چون یه پوزیشنی رو اینا قبول کردن و انقدر روش دوگمند و انقدر روش محکم وایستدن که حاضر نیستن هیچ انعطاف پذیری داشته باشن و هر طور که شده سعی میکنن در قالب همون تفکر و ایدئولوژی حرف خودشونو بچپونن. و این چیزی که باعث میشه اینه که همه نسبت به همدیگه پیش قضاوت کنیم یا هی به جون هم بیافتیم و واکنش های خیلی لحظه‌ای و تند و تنفر انگیزی به هم انجام بدیم. وای فارسی من افتضاح، واقعا ببخشید. اگر از این آدمایی هستین که خیلی حساسین روی ادبیات فارسی، بهترین پادکست رو گوش نکنید چون من تر زیاد میزنم. ولی نکته‌ای که میخوام بهش برسم در مورد همینه که هممون یه پیش قضاوتایی داریم نسبت به یک موضوعات یا مهمتر به یه اشخاصی. و به این معنی نیست، وقتی دارم این حرف رو میزنم منظورم نیست که این اشخاص ممکن همشون فرشته باشن، نه، هممون عیب‌گیرادا و مشکلا و حرفای احمقانه خودمون رو داریم. ولی به نظرم با همه یه فرصتی داده بشه که حرفشون شنیده بشه، آدم از سعی کنه از طرفای مختلف آنالیز کنه و از اون جعبه و حباب خودش یه ثانیه بیاد بیرون، از یه دید دیگه نگاه کنه به بحث، به خصوص بحثایی که یه ذره سابجکتیو تره. میدونی که خب یه سری بحث علمی هست که مثلا یه فکت هست، یک اویدنس هستش که این واقعیت اینه، میدونی این مولکولای آب اینه، نمیشه اون انکار کرد، یه چیز ثابتیه پشت این حرف و این معادله یا تئوری. ولی خیلی چیزای بحثای سیاسی یا فرهنگی یا جنبندی های تاریخی هم خیلی جای بحث داره و من خودم برام خیلی تون شیرینه، خیلی دوست دارم در میون آدم صحبت کنم، خودم خیلی دوست دارم یاد بگیرم. یعنی دلیلی که دارم همین حرفا رو میزنم به خاطر اینه که دوست دارم یه فضایی دوباره ایجاد بشه، مثلا چون اون اوایلی که اینترنت اومده بود من یادمه که ما میشستیم توی چت روم های مختلف واقعا مثلا با هم بحث میکردیم، میرفتم کلی تحقیق میکردم، مقاله میخوندم، کتاب میخوندم، ریسرچ میکردم که حرفی که میزنم پشتش یه چیز محکمی باشه، یعنی واقعا از تو کونم حرف نزنم، یعنی یه چیزی باشه که یه فکری پشتش بوده، یه تحقیقی بوده، هر چندم مثلا شاید حداقل باشه. ولی الان خیلی وقتا اخبارمون و افکارمون تحت تاثیر یه سری اخبار کپی پیست شده توی تلگرام، یه سری تئوریای توطئه، یه سری حرفایی که از این تو اون شنیدم توی مهمونی. اصلا من خودم چون خانواده‌ام وسط این داستان، وقتی که پدرمو کشتن تو اوین، یعنی اینقدر تئوریای توطئه مختلفی در مورد خودم و خانواده‌ام شنیدم، تازه فهمیدم که اصلا دنیا چند چنده و چقدر اخبار چجوری از یه جرقه کوچولو به یک آتیش وحشتناکی تبدیل میشه که اصلا دیگه جلوشو نمیتونی بگیری. و وقتی فکر کنم من و برادرم بودیم برعلیه کل دم و دستگاه سپاه و تمام قدرت و پول پروپاگاندایی که اونا داشتن و من و برادرم بودیم، بیایم به دنیا ثابت کنیم که بابا ما خانواده‌مون و پدرم مهم‌تر از همه چیز اون بیگناهی بود که شما گرفتین الکی و کشتینش. حالا نرسیدم هنوز به اون اپیزودی که میخوام کلاً در مورد پدرم و داستان اون صحبت کنم. اون در آینده حتما بهش مفصل میرسم. خیلی حوصله میخواد چون یه اپیزود واقعا چند قسمتی باشه، چون انقدر بحث اون طولانیه و پیچیده است. ولی آره، چیزی که داشتم میگفتم اینه که وسط این داستان بودن، یه ذره بهش اشاره کردم توی اپیزود قبلی، وقتی که آدمای مختلف از طیف‌های سیاسی مختلف حمله میکردن با خانواده ما، خب برای اینکه ما رو جا بدن توی اون حباب افکار و ایدئولوژی خودشون، هر حرفی میزدن که آقا یا خانواده‌شون
اینا خایمال جمهوری اسلامی هن یا خودشون بچه آخوندن یا آقازادن، غلط بود. یا اینکه اینا طرفدار ترامپ هن که اونم غلط بود، که اینا نمیدونم فلان کردن، از فلان جا پول گرفتن، همش غلط بود. یعنی هیچ کدوم از این حرفا و این اتهامات هیچ کدومش درست نبود، میدونی. و خیلی برام عجیب بود که چجوری مثلا من اون واقعیت خودم منتقل کنم بدون اینکه طرفی رو بگیرم، چون نمیخوام بازیچه سیاسی سری آدمای دیگه بشم. الان مثلا توی دنیای غرب، مثلا من خیلی دوستای روشنفکر چپی آمریکاییم که مثلا عشق برنی ساندرز و اون دار دسته اونان، که من خودم خیلی دانتیداشون رو دوست دارم و موافقم، و در مورد خودم مثلا اینو بگم، من آدمی هم که نگاه میکنم، نمیگم همه چیز چپ، همه چیز راست، همه چیز فلان، میرم نگاه میکنم خوب و بدی های هر چیزی رو در موردش فکر میکنم، تحقیق میکنم و مطالعه میکنم، ببینم که خب این در این موقع این بحث در مورد چه میدونم، در مورد آلودگی و کلایمت چینج، در مورد اعدام، در مورد حق و حقوق آدم ها و هویت های جنسی مختلف، نگاه میکنم بین طیف های مختلف و افکار مختلف، ببینم که درست ترین حرف چیه این وسط، و چرا اون آدمی که اون افکار افراطی داره اون حرف داره میزنه. آدم باید یه ذره بیشتر از اینکه فقط سطحی و واکنشی، چون یه توی مهمونی داییش یه بار یه حرفی زد وقتی که چت بود دیگه، تا آخر عمرت همون رو باور کنی. ولی پوینتی که خواستم برسونم در مورد همین دوستای مثلا چپی توی آمریکای روشن فکر آمریکاییم اینه که اینا انقدر که اتفاقا یه سری از ژورنالیستای ایرانی هم، یه سری آدمای ایرانی هم توی این دار دسته میافتن، که بعضی وقتا حالا نمیدونم آگاهانه است یا ناآگاهانه است این موضوع، اینم خودش یعنی جای سوال داره، به خاطر اینکه انقدر از دولت ترامپ و ریپابلیکن و نیو کنسرواتیو آمریکا، که منم بعدم میاد و اصلا این شکی نکنید، یعنی متنفرم از تمام این راستگرایی که وجود داره توی سیستم آمریکا، ولی اتفاقی که میفته اینه که برای اینکه نقد کنن یه سیستمو، یهو از یک سیستم خیلی وحشتناکتر حمایت میکنن. و این موضوع همیشه برای من خیلی سخت بود، به خاطر اینکه من خودم اشتباهی خودم میفهمم توی تصمیم گیری های زندگی خودم چیا بودن از لحاظ بحث های سیاسی. در ضمن این پادکست اصلا پادکست سیاسی نیست، من چه دارم این کوشش دارم حرف میزنم، فقط چون تو ذهنم بود گفتم با شما های ذره شیر کنم. خیلی بعدم میاد وارد این بحث زیادی هم اگه بشادم، اصلا بنز کافی هممون صبح تا شب سردرد داریم میگیریم از این حرفا و این اخبار و این مناظره و این چیزا. ولی همین اینو بگم تمام کنم، این پوینتم این بود که بعضی وقتا این پوزیشن هایی که ما میگیریم فقط به خاطر اینکه از یه چیز دیگه انقدر بدم میاد، حاضریم از یه چیز دیگه که اصلا باشم موافق نیستیم دفاع کنیم، و این خیلی اعصابمو خرد میکنه. آدمایی که میدونی آدم میتونه هم از ترامپ متنفر باشه هم از خامنه ای، میدونی لازم نیست یکی رو انتخاب کنی، هیچ آسندمی وجود نداره. یکی از موضوعی که واسه میگم این بود، و اینکه و اون نکته‌ای که دقیقاً بهش دفعه قبلم اشاره شد، یه ذره در مورد این بحثی که من تو زندگیم دو بار رای دادم و سرش خیلی فوش خوردم، و من کاملا احترام میذارم یعنی به اون آدمایی که عقایدش مخالف اون بود یا منطقای خودشون رو در مورد رای ندادن داشتن توی اون سری‌های قبلی. الان مثلا رفتم به جلو، واقعا باید یه کسی یه معجزه بشه که مثلا من قانعشم که رأی دادن دیگه کار مفیدیه توی جمهوری اسلامی. الان میدونم یه سری از دوستام شاید شما هم بهم فوش بدین، ولی به جای اینکه بهم فوش بدین بیان قانعم کنید اگه واقعا فکر میکنید رأی دادن توی ایران هنوز یه کار مفیدیه. من واقعا مثلا باید محمد و موسی و مسیح و بودا همه بیان برای من یه معجزه بکنن تا بخوام قانعشم واقعا که این یه کار مفیدیه دیگه توی این جامعه و توی این سیستم. ولی تو اون موقعی که دادم فکر میکردم یه توجیهی بود، هرچند که اصلا من میگم قبلا هم گفتم مثلا رأی دادم به یه آخون از لحاظ عقاید خودم انقدر چیز عجیب غریبی بود. ولی آدم به یه جایی زندگیش میرسه که خسته میشه از این کانسپت بین بد و بدتر، اینم تو یه موقعی آدم میتونه اینو قبول کنه. ولی در عوضش فقط در جواب اون دوستان برانداز یا سلطنت طلب که اونا تندرویی خودشون رو دارن به این نوع دیگه، همونجوری گفتم فوشایی که از اونا میخوردم کم نبوده، و
من همه هدف و سعیم، یعنی چیزی که برای من قشنگ تر بود دیدنش این بود که بابا شماها تو مسیحیت میگن turn the other cheek، یعنی این حالت انتقام جویی است که خیلی، و این که به خون همه تشنن که بابا حالا اون سپاهی های پدر سوخته آدم های کسافتی که تمام این همه آدم رو کشتن و آره معلومه همه همون باید از اونا متنفر باشیم و انتقاد کنیم و هدف این باشه که اینجور آدم ها به قدرت نرسن دیگه هیچ وقت. ولی آدم های عادی میدونی چه گناهی داشتن که میخواستن نون روزشون رو در بیارن به زندگیشون برسن؟ اون آدم هایی که بد جنس و ایول و چیزی که نبودن. من قبول دارم که تا خود من تا حدودی که تو همیشه اینو تعریف کردم وقتی ایران بودم به اندازه‌ای که میبایست اوتسپوکن باشم و صدام بلند باشه و حمایت کنم از یه سری جنبش‌های مردمی به اندازه کافی بلند نبود و خودم پشیمونم از این، اصلا ترسی هم ندارم اینو بگم که اشتباه کردم یا هر چی. ولی آیا یه اشتباه اینجوری آدم حقشه که فوشای بخوره یا که حقت بود پدرت بمیره؟ نه، من در اون حد خشونت رو واقعا قبول ندارم، اصلا توجیهی براش نیست. بر همینم کلا دوست دارم اینو یه ذره یاد بگیریم که دیدمون به آدما واکنشی نباشه، دیدمون به بحث‌ها یه ذره بازتر باشه، سعی کنیم از زوایای مختلف نگاه کنیم و یه جوری آنالیز کنیم که یه ذره منطقی تر باشه و احساسی تر نباشه. و خیلی هم سخت و هممون هم یکی رو داریم که به یه نوعی زیر دست این نظام یا نظام قبل یا چه میدونم یا هر چی یه به دست کسی کشته شده یا ضرر دیده یا دهنش صاف شده و هممون تجربه کردیم این داستانو میدونی. ولی میدونی کاشکی با یه ذره حالت مسالمت آمیز تری میشد رفت جلو به جای اینکه اینقدر همه هی به جون هم بیفتیم. من چون واقعا میگم خسته میشم فقط، یعنی وقتی میبینم همه دارن به جون هم میفتن میگم بابا کاشکی یه جوری بود که آقا مخالفت بکنیم، مثلا مشکلی نیست، ولی تو بحثمون یه ذره بتونیم به همدیگه واقعا گوش کنیم به جای اینکه فقط منتظر شیم که نوبت حرف زدن خودمون باشه. Anyways، این از کسوشرهای سیاسی. بسی قلوب بزنم از این بربن. یه ذره آمپرم رفت بالا. میگه همین میشه دیگه، آدم شروع میکنه یه ذره حرف زدن مرده. این چیز رو زدن. نشستم فیلم خودم اسمش چی بود؟ Seven Seal. مال اینگمار برگمن رو دیدم. که به فارسی میشه فکر کنم مهر هفتم. و گفتم الان توی قرنطینه همه وقت داریم که بشینیم فیلم ها و سریال هایی که ندیدیم و بتونیم کچاپ کنیم. حتی از الان بگم من خیلی الان اتفاقا مثلا بیشتر به میچسبه سری فیلم های اینجوری. من بیشتر عمرم واقعا فیلم های بزن با کش و خیلی چرت و پرت دوست دارم که فقط های کنم باشه، انترتینینگ باشه. بعضی وقتا فیلم های خیلی سنگینه انتلکتوالی اینا خیلی خیلی رو مخم میرفت. نشستم تارکوفسکی و فلان و فلان و همه این کیروساوا و کیروستمی و همین دارم نشستم نگاه کردم و نه که بگم نگاه نکردم، ولی تا یه خطش آقا راکی رو برای من بذار من خوشحالی میمیرم. یا ایلینز، وای هرچی ایلینز باشه که اون که خیلی حال میکنم. یا چیزایی که به سای فای یا اینا رب داره. الان یه سیر تو میگین اه چقدر بد سلیقه ایران، چیکار کنم با همینه که هست. آره داشتم در مورد Seven Seal حرف می زدم و کلن خیلی فیلم جالبی بود از این لحاظ، هم از سیاه‌سفید بودن و رنگ آمیزیش، یعنی رنگ نداشتنش در اصل. و داستان یه نفر یه نایتی که از جنگای صلیبی برگشت و خونش و بعد از 10 سال و دمه ساحلی یه آدمی میبینی که اون آدم داره سمبول مرگ بوده و با هم یه دست شطرنج شروع میکنم بازی کردن که طرف میگه اگه من بردم میتونم جونمو نگه دارم. و کل فیلم در مورد این کانسپت مرگ و یه پاساژ انجیل از پاساژ آخر که در مورد آخرت و ایناست استفاده میشه که تم اصلی این داستان و یه دوره که یه تاونی اومده و همه دان. خیلی جالبه که الان ما توی همچین داستانیم تقریبا، تا اون که نیست ولی همین مریضی و این چیزا. و
خیلی تمای جالبی داشت از این لحاظ که یعنی تممون اصلیش که مرگ حتمی است و تو کل فیلم و کل داستان و بحثا خدا سکوت کرده، هیچ حرفی از خدا نیست، ولی مرگ همه جا حضور داره و در نقش حتی کشیشه چه میگن کانفشن اون که میره بهشون اعتراف میکنی هم یه جا قرار میگیره در نقش آدم های مختلف و این نکته اصلیش همین بود، این سکوت خدا و حتمی بودن مرگ و حضور اون، که یه چیزی که هم تو جیسن هم تو اپیزود جیسن هم داشتیم در مورد این ذره صحبت میکردیم که تنها چیز اینویتبل زندگی واقعا مرگه، که میشه با قاطعیت گفت میدونی تنها چیزی که 100% اتفاق خواهد افتاد. و خیلی جالب بود اون این بحث، یه جمله‌ای داشت توش که اون آرتیست اصلیش الان یادم نمیاد اسمشو چیه، یه جمله نوشتم اینجا، چی نوشته؟ نوشته که faith is a torment. Did you know that? It is like loving someone who is out there in the darkness but never appears, no matter how loudly you call. و ترجمهش این میشه تقریبا که ایمان یه نوع زجره، مثل ایمان که عاشق کسی باشی که توی یک سیاهی و هر چقدر صداش بزنی هیچ وقت پیداش نمیشه، هر چقدر بلند هم صداش بزنی. و خیلی به نظرم جمله باحالی بودین، چون من در مورد ایمان هم چند بار صحبت کردم، مثلا گفتم بعضی وقتا حسودیم میشه با آدمایی که ایمان دارن به یه چیزی، به یه چیزی که اصلا ماورای خودشونه. اینجاست میگم مثلا جیسون که از اون militant atheist توری اصلا گفتش که من خود کلمه اعتقاد و ایمان اصلا مشکل داره، من برام ولی جالب برداشت خود آدمای دیگه ای که این وقتی که این حسو دارن و چجوری میتونن این باور رو داشته باشن و انقدر راحت قبول کنن و بهشون خیلی قدرت میده. خیلی وقتا من فکر میکنم بخصوص از جنبه هنری اگه بهش نگاه کنی و هنری که و آثاری که خلق شده به خاطر تاثیر مستقیم مذهب، شاید یه سری زیباترین کارهای تاریخ، چه مسیحیت، چه اسلام، چه هر دین و مذهبی، چیزهای آثاری که خلق شده به خاطر ایمان اون آدما به این چیزا واقعا زیبا بوده، مثلا نمیتونی انکار کنی اصلا، یعنی اصلا یه نیروی عجیب غریبی از باور بهش باید آدم لازم داشته باشه که بتونه اون آثار رو خلق کنه، میدونی؟ که نمیدونم حالا آرتیست های چه میدونم یه ذره نایلیستیک تر یا ایتیستیک تر شاید یه اپروچ دیگه دارن توی خلق آثارشون، ولی این موضوع خیلی جالب بود که توی میدونی یعنی تمی که این تو فیلم در از آخرش داشت میگفت مثلا اگر تا اونو مثلا رنج کشیدن مرگ رو بیاره و مرگ رو صدا بزنه، هنر و خلاقیت میتونه یه نیرویی برای زندگی باشه. و این به نظرم خیلی جالبه، این کانسپتی که هنر و خلاقیت یعنی آدم چیزی ساختن از هیچی یه نیرویی برای زندگی باشه. واقعا این کنجکاوی ما بوده که به ستاره ها نگاه کردیم وقتی که هنوز یه سری میمون بودیم و چه میدونم از آتیشی که درست کردیم و یا بعضی میگن ماجیک ماشروم خوردیم که سایکدلیک خوردیم که مغزمون اینجوری شد یا گوشت خوردیم که مغزمون رشد بیشتر کرد. حتی با دمروی نظر بیشتر بخونم اینو دقیقاً میگم، یادتون نره هر حرفی که من میزنم تو اینجا برین حتما فکت چک کنید و کلی در مورد خودتون ریسرچ کنید، من فقط یه سری چرت و پرت میگم، ولی اگه خواستین دنبال نخو بگیرین خودتون برین بیشتر تحقیق کنید در مورد این چیزا. ولی آره این کنجکاوی که تو اون بود و این خل ترکیب این با این خلاقیت و حالا بعضی وقتا اون قاطی شده با ایمان و همه این چیزا باعث شده که تا به این نقطه امروز برسیم که همه بشینیم یه سری عکس مثل ربات نگاه کنیم و لایک بزنیم. خیلی
یعنی بعضی وقتا میدونی اون حرف کلیشه پیرمردی که تو ایوونش نشسته و هی دارم قصه میخورم وای چقدر دوران قبل از اینترنت شیرین بود و چقدر باحال بود که آدم، من فکر میگم دلیلم که شیرین تر به نظرمون تو این توهم های نوستالژیمون هست اینه که چون بیخبر بودیم از دنیا، از تمام بدبختی ها و کثافت کاری های دنیا، تمام مرگ و میر و چه میدونم، یعنی میدونستم یه جنگ جهانی بود و چه میدونم جنگ سرد بود و یه گالف وار بود، جنگ خلیج فارس بود و تو سودان و توی آفریقا و رواندا و فلان و چه میدونم چین و همه این جاها اتفاقای وحشتناک میافت، اینا رو میشنیدیم دور و دور، ولی الان مقداری که میدونیم، من اصلا سعی میکنم خیلی خیلی سعی کردم که این تک اخبارم رو خیلی کمتر کنم، نبخونه که به نالج خودم اضافه نکنم، من واقعا چون آدم کنجکاوم واقعا دوستم یاد بگیرم، ولی ترجیح میشه وقتام یه مقاله بخونم که چه میدونم علمی باشه، یه جوری باشه که یه چیزی واقعا یاد بگیرم و بچسب، چیزی که همش نظرهای مختلف آدمای این آدمای سیاسی و صبح تا شب هی قرقره کنم. اصلا واقعا به نظرم دارم وقتم تلف میکنم وقتی میشنم حرفای این جور آدم رو میخونم یا میشنم، حتی از تلویزیون رد میشم و میسنم اخبار یه میشنم اعصابم خورد میشه، ولی آدم باید خودشم آگاه نگه داره، یعنی این یه تضادیه که وجود داره، یه پارادوکسیه که اگه آگاه نباشی از حق حقوقت بهش تجاوز میشه و باید آدم بتونه پای حق حقوقش وایسه، و جوری که میتونه وایسه اینه که آگاهی داشته باشه. خلاصه یه لوپ پارادوکسیکال که همین جوری میره دیگه این داستان، و من هنوز نمیدونم، هنوز نتونستم باش درست کنار بیام. شاید شماها یه پیشنهادهای بهتری داشته باشین که چجوری تو زندگی خودتون با این داستان کنار میایین، به خصوص شماهایی که توی ایران زندگی میکنید و صبح تا شب یه سری چیزای متضاد میبینید و باید باش کنار بیاین، ولی باید زندگیتون هم بکنید. لازم برام اگه میشه وایس، مخاطم یه اپیزود وایس ضبط کنم چند وقت دیگه، و دوستان برام یه سری وایس های این سری اگه حال دارین، امیدوار کننده یا فان یا مثبت، یه چیزایی که بیشتر، البته یه سری وایس گذاشتم کنار از قبل فعلا برای اپیزود قبل، ولی در آینده کلا دوستان بیا میدونی، چون یه سری هم مسیج گذاشتن که با ما ایران هم با همه این بدبختی و سختی‌هاش واقعا داریم عشق می‌کنیم، خوشحالیم، زندگیمون رو می‌کنیم، میدونی منم نمی‌خوام همه احساس کنن که دارم سعی می‌کنم همش فوکس کنم رو چیزای منفی که هستش اینا، نه اصلا اینطور نیستش، می‌خوام به همه زوایای مختلف بپردازم، و یعنی یه جوری یه تریبون خیلی فیر باشه که همه صداشون شنیده بشه، تا وقتی که چی میگم فقط تنفر گرایی و هیت سپیچ و اینا نباشه من مشکلی نخواهم داشت. هیچی داشتم میگفتم، خدای من انقدر دارم فک میزنم در مورد کس و شعر امروز، بطنم انلیزتون داره میگین آخه اون فکر تو تموم کن، اگه میدونستم کدوم فکر بود واقعا سعی میکردم تموم کنم. ولی ها اینو فقط در مورد سیون سیل بگم، یه صحنه دیگه هم خیلی تو ذهنم بود، اون صحنه ای که اون تئاتری ها و هنرپیشا داشتن یه موزیک میزدن و مردم میخندونن و همه خیلی شاد و خوشحالن، تا یهو این دار و دسته مذهبی اومد تو و همه شلاق زنان اومدن تو و ریدن به کاسه کوزه اینا. یه کنتراست جالبی بود بین دوباره میگم مرگ و زندگی، و اینکه اونا اومدن با اون انرژیشون همه یهو از شاد بودن و خندیدن اصلا کلن همه افتادن رو زانهاشون و ترسشون و جو کل اون دوره همیه به هم خورد اصلا، و این قضیه این عذاب وجدانی که تو همه مذهبا وجود داره، مسیح برای گناه های ما مرد، حسین با 72 تن رفت فلان صرف جنگ به فلان، باید داره تاریخ همون بهتر کنم تو این داستان ها، و غیره و غیره، هزار تا مثال هستش که توی مذهب های مختلف همیشه یه حسی هستش که یه کس دیگه
خیلی مقدستر و پایستر، پایست نمیدونم چی میشه، یه همین آدم هولی و خیلی پاک، یه حرکتی خیلی لحاظت خوش قربانی کرد برای اینکه همه ماها بتونیم زندگی بهتری بکنیم. و این نسل ها این فلسفه و عقیده خودزنی و از این عذاب وجدان همینجوری میاد جلو. و برام خیلی جالب وقتی که میبینم، مثلا یه بار تعریف کردم همین دوست موسای حزب الله پولداری که تو ایران داشتم، منم بردن چند دفعه از این دست مسته ها، واقعا اصلا برام خیلی عجیب غریب بود. نمیم گفتم یعنی، ولی اون داشت برام تعریف میکنه دوستم که میگم اون موقع اول که چقدر تو اون داستانه عاشورا تاسو همین خیلی دختر بازی میکنن و چقدر این دخترها میادن آرش میکردن و خیلی دنیای سورئالی. مثل این من همیشه مثالی که میزنم میگم شبیه این کارنوالای مثل ریو دا جنیرو هست تو برزیل، همه میان لباس خیلی فلان میپوشن و ورژن حزب اللهش برای ما همون زمان محرم و اینجور چیزاست. و آره توی این دسته ها که میرفتم اصلا خیلی خیلی این حالتی که همه خودشون میزدن و گریه میکردن و خیلی برام جالب بود، به خاطر اینکه احساس میکردم یه حالت گروپ تراپی بود. انگار یه سری مردای خرس گندهی که در حالت عادی خجالت میکشیدن برن پیش یه مثلا یه تراپیست بشینن گریه کنن و آه ناله کنن در مورد بدبختی زندگیشون، تو اون محیط خودشونو خالی میکردن، انقدر گریه میکردن و تو سر خودشون میزدن که من همون وسط مونده بودم که شت، مثلا واقعا من اینجا دارم چی کار میکنم. خیلی خیلی برام سورئال بود. یه یادی داستان افتادم، پویا دوستم یه بار مست و چت بود، بعد شب شام غریبان بود فکر کنم، اونو که غذا اینا میدن، بعد پویا گفتش من برام غذا بگیرم برام، چون می‌خواستیم کره کنیم هیچی نبود. بعد این بغل خون صدای دست یه چیز میمه توی خونه، مثل که اونجا برنامه بود و داشتن غذا میدادن، بعد تو اومد بره غذا بگیره پویا، یا هول شدن تو با یه رفیق دیگه، اون اسمش بود محمد مشنگ، با محمد مشنگ دو تا رو کردن اون تو و گفتن آقا بفرمایید تو، آقایون بفرمایید تو این ور. حالا پویا محسو چه تعریف که اون وسط دهنش بوی گوه عرق میداد، های های هم بود و میگو همه داشتن سینه میزدن لخ میشدن و سینه سنگین تر و اینا، همینجوری میزدن خودشونو میزدن اگه تعریف میکرد و اصلا از خنده داشتن میورده. و برگشت ولی با 8 تا از این جعبای غذا و از خوشحالی مردی، انگار مثلا بهترین اتفاق زندگی بود اون لحظه، اون خوشی که از نسخی گشنگی اون چتی که اصلا هیچ غذایی هم پیدا نمیشد، یه ها با 8 تا قیمه و فلان اومد پیشمون و اصلا بهترین لحظه بود. این خوشی های کوچولوی اینجوری توی مستی و چتی و بعضی وقتا واقعا بهترین اتفاق هست که توی یه لحظه همه چی عوض میشه و درست میشه و حل میشه. توی کویر ما بودیم به سری و تو که هرگی داستان زیاد دارم، ولی این سری یادمه که من اگه دوستام کروش رفته بودیم تو پیاده تو شب قدم زده بودیم، از آتیش کمپ و همه چیز دور شد، انقدر دور شد که دیگه اصلا کمپ رو گم کردیم، ما انقدر هایی بودیم که نمیدونستیم یه کمپ کدوم طرفه. بعد یه جوینت با خودمون بردیم که این جوینت آخر اون بود، مثل که فرداش داشتیم برمیگشتیم یا چی بود، و گفتم خب بریم دیگه بکشیم و دیگه راحت کنیم خودمون رو، بشینیم زیر ستاره حال کنیم. همین که داشتیم پیاده میرفتیم یهو نمیدونم چی شد که تا منم جوینت رو بردارم و پشت گوشم دیدم شت نیست جوینته، نگه یه جای افتاده، حالا کویر سیاه هیچ نوری نیستش، ما اصلا نمیدونم از کدوم طرف اومدیم. فقط به فکرم رسید که سریع بوته رو بگیرم آتیش بزنم، به کروشم گفتم همین کار کنیم، فکر کنم دو تا دیوونه بوته آتیش زده بودیم، داشتیم میدویدیم وسط کویر دنبال یه دونه جوینت روی زمین و بالاخره بهش رسیدیم. و همین لذت احمقانه اون یه جوینت رو پیدا کردم و کشیدم تو کویر زیر اون ستاره ها، یه لحظه از یه خوشی بود که اصلا
نمیدونم واقعا نمیدونم چطور تعریف کنم، انقدر زیبا بود که هیچ حسی اون حسو نمیتونه برای من زنده کنه. مثل اون لحظه‌های کوچولو اونجوری که یهو همه چیز درست میشه. دلم تنگ شد برای کویر. باید بگم پویا یه اپیزود بیاد با اون داستانه خنده‌دار خودمون از قدیم تعریف کنیم. جیسن هم که قراره هفته دیگه بیاد دوباره، حالا یه پست میذارم که اگه سوالی ازش داشتین اونجا بپرسین. داشتم این روزا فکر میکردم که دیگه دارم پیر میشم کم کم و بعدم نمیاد که دیگه داشتم یه آدم تو قرنطینه بیکاره فانتزایز میکنه یا یه رویا بافی میکنه و خیال پردازی و بره برای خودش، نمیدونه آدم دیگه نمیدونه چیکار کنه. داشتم فکر میکردم چند روز پیش داشتم با سگام توی کوه قدم میزدم باشونم، چقدر بار میشه یه فارم بگیرم یه روزی، بعد توش کلی حیوانات رو برای خودم توش کشاورزی کنم و گاو و گوسفند و بزغالا و مرغ و همه چیزی خودم داشته باشم. سگام هم که هستن اونجا به زمینم، یه زنم داشته باشم، یه بچم کونلوخ داره تو زمین میدوه داره حال میکنه واسه خودش، و همسایه بغلیمون هم جیسنه داره برای خودش همینجوری علف میکاره صبح تا شب. داشتم یه همچین فانتزی برای خودم میبافتم و گفتم دیگه وقتشه که همچین کاری کنم کم کم. واقعا نمیدونم، یعنی کل زندگیم انقدر کس کرک بازی در آوردم، از اون ور آدم اعتیاد پیدا میکنه به اون تنوع، به اون اینکه همه چیز هی عوض بشه، چه خونم، چه شهرم، چه مکان جغرافیاییم، چه دوست دخترام، چه عقایدم، هر چی، یعنی اصلا یه کارم حتی، یعنی خیلی برام سخته یه جا موندن و یه دونه کار انجام دادن و باور داشتن و چه میدونم. ولی فکر میکنم نمیدونم باید زن بگیرم یا نه، یا اصلا کی زن من میشه. هستش یه نفری که خیلی دوستش دارم و اتام با اونم میتونیم یه فارم رو را بندازیم، فکرم اونم خیلی اهلش باشه و خیلی حال کنه، ولی نمیدونم باید ازش اجازه بگیرم بگم مثلا به من یه کارت بلانش بده که مثلا سالی 3-4 بار میتونم برم شیطنت بکنم، یه همچین قراردادی مثلا ببندم که، یعنی اونم میتونه، نه که فقط من، همه، هم اون هم من، که یه تنوعی باشه و ولی بازم عاشق همدیگه باشیم و بچه همون و هوای همدیگه رو داشته باشیم. نمیدونم، چون خیلی سخته توی، نمیدونم واقعا بعضی اینایی که توی رابطه خیلی طولانی مدت میمونن و هنوز واقعا عاشق همدیگه هم مثل روز اول، خیلی زیباست، خیلی دوست داشتنی و خیلی قابل احترامه، ولی دوست دارم از اون آدم بپرسم که رازشون، راز موفقیتشون چیه. چون همین الان بهتون یه چیزی بگم، خیلی از شما که دارین گوش میکنید، اول که برام پیغام فرستادن هستی رو که چرا مام باباهاشون چیت میکنن، من خودم به شخصه میتونم راحت بگم که 90% آدمایی که تو ایران میشناسم، چه خودشون چه مادر پدرشون چیت کردن راحت. یعنی اصلا این عدد میتونم میگه آه چقدر زیاده فلان، درسته از کنم دارم میگم این عددو، ولی یه رقم خیلی بالاییه و بازم این در مورد این صحبت کنم، ولی آیا مثلا رب داره مثلا با یکی دیگه خوابیدن به عشقت به یه نفر دیگه یا نه؟ ولی به نظر من آدم بتونه با این کنار بیاد بهتره تو اینکه هی همش یه چیز پشت پرده و یه چیز، یه کلمه هستش تو انگلیسی فاک الان عمرن یادم بیاد، ولی اینکه از تو از لذت یک همسرت یا پارتنرت حتی در سکس با یکی دیگه هم لذت ببری، نه به معنی این که مثلا بتای مثلا سلیو خایمال باشی، نه منظورم که از تای دلت، یعنی همیشه خوشحالی پارتنرت یا دوستات همیشه برای تو هم همونقدر خوشحالی رو ایجاد بکنه. یعنی مثال ساده ترش رو میذارم، ما هممون الان هممون یه دوستی داریم که داره موفق میشه،
کارش گرفته یا یه دانشگاه بهتری از تو قبول شده یا درسش بهتر یا چی، همیشه از مایکی بهتر هست تو همه چیز، همیشه هست. و من خودم یه وقتای حسودی میکنم ولی بیشتر وقتا واقعا غلبه میکنم بر اون حسادت و میگم نه آقا، دم اون آدم گرم، زحمت کشید، کار بالی کرد، حقشه و واقعا براش ابراز خوشحالی میکنم. خیلی با خودم اینو تمرینم میکنم که بیشترم اینجوری باشم که وقتی دوستان موفق میشن یا کارو خوب میکنم نه هم بگم اه یارو مثلا باباش فلانی بود یا اکون آورد یا مثلا فلان. آره المان‌های مختلف هستش، در مورد این ذره صحبت کردیم، موفقیت همش بند نیست به یه دونه چیز، به خانواده و شانس و پول و مکان و موقعیت و خیلی چیزا دست تو دست میده که این اتفاق میفته. ولی کسایی که واقعا با زحمت خودشون به یه جایی رسیدن واقعا با آدم تقدیر بکنه و آدم واقعا باید سپورت به اون آدم ها بده به نظر من، چون بعضی خیلی یادمون میره که اینم از روی تجربه مثلا دیپرشن و این چیزهای خودم میگم که بعضی وقتا آدم ها فقط یه شنیدن این که بهشون توجه میشه یا یه دمت گرم یا یه کانگراتولیشنز یه انرژی، انتقال یه انرژی خوب انقدر میتونه تأثیر داشته باشه. و الان میدونم که مثلا خیلی شماها یه دوست دیپرسی دارین، آدمی که افسرده است و حالش خوب نیست و اصلا احساس میکنید که هیچ جوره نمیتونی بهش برسین یا کمکش کنید، ولی اینو بدون که اینو فقط گیو اپ نکنید روشون و ولشون نکن. هر از گاهی پیغام بده، مثلا حتی اگه نخواد جوابت هم نده ولی تو ابراز عشق و اون انرژی خوبه رو براش بفرست، چون واقعا تأثیر داره. میدونی من خودم از دل خودم دارم، وقتی من افسردم واقعا اون دوستای نزدیکم که همیشه میان سراغم میگیرن وقتی میدونن حالم بده خرابه واقعا تأثیر داره، حالم میپرسن و پیگیرن که مطمئن شن که یه جوری میدونن حالا یه دوره سختی دارم میگذرونم، ولی از اونورم اونقدر اعتماد دارن که میدونن که میتونم دوباره پای خودم وایسم. و اینم میگم حالا شاید برای همه این کار نکن، ولی من خیلی اعتقاد دارم که به زنگ بزنیم به دوستامون هر از گاهی، به حتی اونایی که خیلی وقت زنگ نزدی یا توجهی نکردی. الان که واقعا تو این قرنطینه که هیچ بهانه‌ای نیست، اگه کسی هستش که میخوای حالشو بپرسی، اصلا بحث منم اصلا بس نه عشق نه رابطه است نه سکس، واقعا پیور دوستی و برادری و خواهری و هر چی، یعنی واقعا یه عشق خیلی صمیمیت و دوستی نزدیکه. هیچی جلو تو نگرفته الان تو این وقت که به آدمایی که دوستشون داری یه تکست بزنی، یه وایس براشون بذاری یا هر چی، زنگ بزنی بگی فلانی حالت خوبه این روزا، چون واقعا تأثیر داره. من هر وقتی که دوستای قدیمی چه میدونم یهو به می پیغام میده میگه چطوری رام، انقدر خوشحال میشم که به یادم کسی. کجا بود اینو شنیدم، انقدر سریال مریال و فیلم چاخت شنیدم، فکر کنم تو وست ورلد بود شاید، چقدر وست ورلد دوست دارم، خیلی شو باحالیه. کلا این کانسپت AI و انسان بودن و انسان چیه باید بشینیم در موردش بیشتر صحبت کنیم. ولی داشت میگفتش که You're only alive as long as the last person remembers you. یعنی تا وقتی که زنده ای که آخرین نفری که تو رو یادشه، نمیدونم درست ترجمه کردم مفهوم رو رسوندم، ولی خیلی به نظر من کانسپت جالبیه. و اینی که بعضی وقتا کسی به یاد تو نیست، این احساس رو بهت میده که خیلی تنهایی، این احساس رو بهت میده که دیگه انگار تو وجود نداری. ولی میگم کوچکترین توجه واقعا میتونه آدم رو زنده کنه دوباره. خلاصه دیگه زیاد حرفی ندارم بذارم امروز، همین گفتم یه ذره بیام فکرام بریزم بیرون. کلا دوست دارم که برای خودم
بیش از هر چیزی این پادکست، هر کی میگه این کارو کن اون کارو کن، خیلی فیدبک های خوبم زیاد گرفتم و الانم تو فکرشم که مثلا چند دیسکورد سرور را بندازم اونجا بیم هم با هم صحبت کنیم. تو فکر مثلا لایو رو یوتیوب یا تویچ یا هر چی، یه سری ایده اینجوری هم دارم. ولی بیش از هر چیزی برای من این پادکست، میگم همین این دور همی دور آتیش نشستن و با هم گفتن و حرف زدن و گپا و پیغامای شما خیلی خیلی به من انرژی میده، خیلی حال میده که همه با من در دل میکنید و در میون میذارین حرفاتون رو. آره تحقیقتش واقعا فقط مثل یه جورنال دیجیتال این داستان، برای همین جهت یا هدف یه برنامه ریزی خاص یا فلان روز قرار اپیزود بیاد یا مهمون بیاد، نه آقا خیلی سیکیم خیالی تر از این حرف هست. و خودم اینجوری دوستش دارم که خیلی رها و راحت باشه همه چیز. من کم کم برم قش کنم. خلاصه دمتون گرم بچه ها، شب بخیر و چاک زمین. صدای گنجشکا خیلی وقت قطع شده، بوی نم میده و هرچی فکر میکنم یه خاطر داره زندگی میکنه با من، کسی نیست بگه تو برگردی توی این